بسم الله الرحمن الرحیم. این بخش سوم است از سلسله گفتارهای ما درباره فلسفه تاریخ. در نوبت گذشته در مورد فلسفه نظری تاریخ و معنا و مفهوم دقیق و تعریف آن توضیحات کافی دادیم و در بقیت وقت که مانده بود به توضیح فلسفه فردریک هگل فیلسوف آلمانی پرداختیم که مقدمه لازمی بود برای دریافتن کافی و شایسته فلسفه تاریخ او. این بار هم ناگزیریم که اشارت کوتاهی به محتوای سخنمان در نوبت گذشته بکنیم و همچنین توضیح بیشتری در اطراف خود فلسفه هگل بدهیم تا به فلسفه نظری تاریخ او برسیم. گفتیم که فردریک هگل کسی بود که ابتدا از کشف رابطه محدود و نامحدود، ارتباط عابد و معبود و خالق و مخلوق آغاز کرد و اون رابطه عبدی و مولایی خشکی که به گمان خود او در دیانت یهودیت بود او را سیراب نکرد، حتی آراء کانت برای او مقبول نیفتاد و به این ترتیب بین بنده و خداوندگار رابطه عاشقانه‌ای برقرار کرد که در این رابطه عاشقانه و ضمن یک سنتز دیالکتیکی بنده و خداوند با هم می آمیزند و در هم فرو می روند و به وحدت متعالی دست می یابند. فردریک هگل دیوار بین ذهن و عین را برداشت و این نکته بسیار اساسی در فلسفه این فیلسوف است. او معتقد شد که جهان هم از جنس اندیشه است. حکمای پیشین معمولا عینی قائل بودند و ذهنی، و اینکه ادراکات ما در عالم ذهن و تصور ما می تواند منطبق بر عالم خارج باشد و می تواند نباشد که از آنها به ادراکات درست یا نادرست تعبیر می کردند. اما از اونجا که از نظر هگل همه جهان، چه ذهن، چه عین، چه انسان، چه طبیعت بیجان، همه تجلیات یک موجودند، یک موجود مثالی که خیشتن را در عالم خارج جلوه‌گر کرده است، بنابراین همه به معنای واقعا دقیق کلمه سر و ته یک کرباسند و از این رو دیگه حجاب حاجبی و حائلی بین جهان درون و جهان بیرون باقی نمیمانه. همه اینها از یک نوع هم یک بافت واحد دارند و بنابراین همانطور که ذهن در عالم سیر معرفتی خودش از مراحل فکری عبور می کند، نظیر این تحول و رشد رو ما در عالم خارج می بینیم. گفتیم که مطابق نظر هگل در حقیقت این جهان یه اندیشه است که از یک موجود اندیشگری در عالم رها شده است. اون موجود اندیشگر، اون ایده مطلق، اون مثال، اون عقل کل به معنای این نیست که عقلی در کله کسی، در ذهن شخصی، بلکه عقلی که ابجکتیو است، موجودی خارجی است، رها شده است، تحقق یافته است و همه این موجودات خارجی از انسان و گیاه و حیوان و جماد همشون خود اون عقلند که به این جامعه های گوناگون رنگارنگ در آمدند، تجلیات اون مثال مطلقند. از این رو فلسفه سعی می کند که این تجلیات رو دریابد و فهم کند و فلسفه تاریخ سعی می کند که تحولات این اندیشه تجسم یافته جهانی در خارج رو به دست بیاره. برداشتن دیوار بین ذهن و عین
و یکی پنداشتن و همجنس دانستن اینها با یکدیگر عواقب بسیاری برای فلسفه داره و نتایج زیادی به بار میاره که همه اونها اکنون مورد نظر ما نیست. منتها نکته مهمی که در اینجا باید به او اشارت کنیم این است که فلسفه هگلی سعی میکند که از مفاهیم کلی، از اون مثالهای عالی مطلق به روش خاصی که روشهای دیالکتیکی، روش دیالکتیکی نامیده میشود، موجودات خارجی رو استخراج کند و این یکی از اون مراحل مهم فلسفه هگلی است که به گمان کسان بسیاری هگل در آن توفیق کافی نیافته است. مقدمتا یک نکته رو باید از نظر منطقی و تقابلش با بینش فلسفی ذکر کنم تا این نظر هگل روشن شود. هگل معتقد است که از فیلسوفان وقتی که میپرسی چرا فلان حادثه سر زد، حادثه دیگری را نشان میدهند و به منزله علت اون حادثه عرضه میکنند. اگر بگیم که چرا دست کسی یخ زد، سرمای هوا را به ما نشان میدهند. این عین مثال هگل است. اگر بپرسیم چرا آب گرم شد، آتش را به منزله علت گرم شدن آب نشان میدهند. هگل اعتراض میکنه، میگه که این تفسیر واقعی این حادثه نیست. ما اگر به خود سرما یا به خود آتش نظر کنیم و هستی آتش رو در نظر بگیریم، خود به خود از او نمی بارد که آب رو می تواند گرم کند. در حقیقت دیدن ما و تجربه خارجی ما تا اندازه به ما نمیده است که این اثر از آتش صادر می شود. بنابراین کار فیلسوفان اگر به این شیوه بخواد پیش بره، تفسیر واقعی جهان رو نمیتواند نشون دهد. باید از نظر هگل تفسیر واقعی چنان باشد که نتیجه در اون علت و معلول اولی خود به خود مزمر و نهفته باشد، به طوری که همون اولی، همون مقدمه وقتی که ذکر میکنیم در بطن خودش نتیجه رو داشته باشه و سیر از علت به معلول چنین نیست، بلکه علت در جهان خارجی چیزیست، معلول چیز دیگریست. بعد فیلسوفان یا دانشمندان آمدن و بین اینها ارتباط برقرار کردن. هگل معتقد است که در عالم تفکر ارتباط بین مقدمات فکری و نتیجه که از آنها گرفته می شود نتیجه علی و معلولی و ارتباط علی و معلولی نیست. وقتی که دو تا فکر رو با هم دیگه ترکیب میکنیم، نتیجه خود به خود در دل این مقدمات اولیه وجود داره. بنابراین اگر تبیین و تفسیر به معنای واقعی به تواند یافت شود، در عالم ادراکات است. وقتی که میگیم انسان حیوان است و حیوان هم جسم است، این دو مقدمه به خودی خود در بطن خود این نتیجه را دارند که پس انسان جسم است. اما اگر هزاران بار بیان توضیح بدیم که آب فلان جور است و فلان جور است، نتیجه از او نمی بارد که پس آب با این خصوصیات مثلا انسان را خفه می کند. این دومی که ربط علمی و معلولی است به گمان هگل یک ارتباط منطقی رو بیان نمی کنه و به همین خاطر هم تفسیر واقعی از جهان نیست. تفسیر واقعی وقتی است که اگر نتیجه را دادیم، بدانیم که این نتیجه در مقدماتی که پیش از این گفته ایم مزمر و مخفی بوده است و فقط ما اونو از اجمال به تفسیر کشنده. از اینجاست که هگل معتقد می شود که تفسیر واقعی از حوادث دادن، نه اون تفسیر علمی و معلولی و معمول در فلسفه و در علم است، بلکه باید جهان رو به گونه منطقی تفسیر کرد و این به گونه منطقی تفسیر کردن جهان معنایی نداره غیر از این که ما تمام عالم رو اولا به منزله یک
عرصه اندیشه‌ای و ذهنی فکر کنیم، یک ذهن خارجی تجسم یافته که حوادثی که در او واقع می شود به منزله نتیجه‌ای باشد که از مقدمات اولی به دست آمده است. بنابراین برخورد حوادث در جهان خارج، ترکیب و تألیف اینها با هم و منتهی شدن اینها به حوادث دیگه باید سیر منطقی داشته باشد و اگر فلسفی به تبیین این سیر فلسفی و منطقی دست یافت، اونجاست که به تفسیر واقعی حوادث توفیق یافته است. به خاطر این است که از نظر هگل تا جهان را منطقی نکنیم فلسفه نداریم و تا تبیین منطقی از حدوث حوادث نکنیم تفسیر واقعی اونها را به دست ندادیم. بنابراین جهان خارجی با جهان ذهنی ما نزد هگل هیچ تفاوتی ندارد. جهان خارجی ذهن مجسم است، ذهنی است که در عالم خارج قرار دارد. حوادث که در این جهان اتفاق می‌افتند گویی افکارند که با یکدیگر تبادل می‌شوند و به هم دیگه برخورد می‌کنند و بعد از این افکار نتایج متولد می‌شود که حوادث دیگری است که در عالم اتفاق می‌افته. بنابراین پانلوجیزم یا اصطلاحی که هگل به کار می‌برد که به معنای این است که همه جهان منطقی است، به این معناست. منطقی در اینجا به معنای درست نیست، به معنای این است که سیر حوادث در جهان همون سیری است که افکار بر ذهن داره و بلکه جهان چیزی نیست جز یک ذهن، یک ذهن بزرگ در عالم خارج. این سخن البته با اون سخنی که حکیمان ما می‌گفتند که جهان خارج صورت علمیزه خداوند است بی تشابه نیست. حالا از اینجا کاروان فلسفه هگلی به راه میفته و از اینجاست که او مایل است که به ما توضیح بده که چگونه حوادث از یکدیگر به طور منطقی نتیجه میشوند، چگونه این میزی که در اینجا در برابر ماست از مفاهیم و اندیشه ها میتواند بیرون بیاید. و این همونجاست که گفتیم که فلسفه هگلی به گمان شارحان او توفیق کافی در تبیین این امر نیافته است. ممکنه که ما بگیم که صورت معقول میز از اون اندیشه های کلی بیرون میاد، ولی خود میز خارجی چگونه از اون بیرون میاد مسئله است که وضوح کافی در فلسفه هگل نداره. هگل برای این که نشان بدهد که این موجودات خارجی چگونه از اون روح مطلق کلی و اون هستی صرف بیرون میاد، همون روش دیالکتیکی خودش رو پیشنهاد کرده است. همون روش های دیالکتیکیه که حرکت با حرکت های سه‌ضربی به اصطلاح سه‌پایه‌ای یک موجود از موجود قبلی زاده می شود. برای اینکه اجمالاً به این تفکر آشنایی پیدا کنیم، من فقط این رو ذکر می کنم، این مثال رو که خود هگل هم بیان کرده، برای اینکه به چگونگی تفکر او ما آشنا بشیم. هگل ابتدا بر مورد هستی میگه که خود هستی، خود بودن رو در نظر بگیرید. بودن بله به معنای بودن است، اما اگر بودن رو از هر تعینی خارج کنیم به نبودن منتهی می شود. چگونه؟ اگر میگیم بودن قلم، این معنای روشنی داره و موجود مشخصی است. اگر میگوییم بودن کتاب، بودن نور، بودن آسمان، اینا همه معانی مشخصی دارن، موجودات معینی هم هستن. اما همین که گفتیم بودن، گفتیم منظورمون بودن کتاب و بودن قلم و بودن آسمان و بودن زمین نیست، بودن رو ما منظور داریم. سلب هر گونه تعیینی میکنیم از بودن. در این صورت هگل به ما میگه که این بودن دیگه با نبودن مساوی است، یعنی بودن چی دیگه نداریم. بودن مطلق بودن هیچ چیز است و بودن هیچ چیز یعنی نبودن. بنابراین از خود بودن میدونیم که نقیضش که نبودن است بیرون میاد. بعد این بودن با این نبودن که با هم تناقض دارن یا تضاد دارن، وقتی با هم ترکیب میشوند شدن را به ما میدهند. شدن یا تحول یا سیرورت یا حرکت چیزی نیست جز آمیخته شدن وجود و عدم، خلط هستی و نیستی، بودن و نبودن. بنابراین میدونید که روش جناب هگلی و جهوش جناب هگل در بیرون آوردن جهان خارج و مفاهیم و حقایق چگونه است. اولا بودن در یک حرکت دیالکتیکی به ضد خودش مبدل می شود، سنتز این دوتا حرکت رو به ما می دهد و بعد به همین ترتیب
از بکار گرفتن این روش سه‌ضربه دیالکتیکی سایر حقایق رو از شکم اون اندیشه مطلق اولیه هگل بیرون میکشه. حالا برای اینکه ما به فلسفه تاریخ خود هگل دیگه نزدیک بشیم، این مقدمات رو صرفا به خاطر این ذکر کردیم که روشن باشد که اولا مبنای حرکت در فلسفه هگلی چیست و ثانیاً او به جهان چگونه نظر می کند. این رو تا آخر این گفتار به خاطر داشته باشید که جهان خارج یک فکر است که در عالم رها شده است. این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورتها رسول. این فکر از طریق تناقضهایی که در خودش هست، از طریق این که خودش رو انتقاد میکنه، مرحله مرحله دیگه رو باش تعارض پیدا میکنه و این تعارضها باعث تولد و آفریده شدن مراحل نوین میشود. گوهر اندیشه مطلق، اون روح مثال عالی جهانی که گفتیم خودش رو در جهان رها کرده و به شکل این انسانها و موجودات طبیعی در آمده، آزادی خواهیست. بنابراین موجود و اون روح مطلق دلش میخواد همیشه آزاد باشه. اما نکته اساسی این است که وقتی او خودش رو در این جهان رها کرد و به صورت یک اندیشه سرگردانی درآورد، تعین پیدا میکند، یعنی ابعاد و اقدار براش پیدا میشه، موجود مشخص متعین میشود، از اون رهایی و آزادی مطلق دیگه محروم میشه و از اینجاست که یک شوقی در اون ایجاد میشود برای اینکه به آزادی مجدد خودش برسه. اندیشه جهانی رو و این رها شدنش رو در عالم ما به اشکال گوناگون در عرفان خودمون هم ملاحظه میکنیم. اینکه در تمام عرفان سخن از جدایی گفته میشود، یه مضمون کاملا روشن داره که مشابه او در فلسفه هگلی هم دیده میشود. اینکه مولانا میگه که بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. در حقیقت شکایت از جدائی میتوان به یک معنا گفت همه روح فلسفه هگلی است. ابتدا پیوسته بوده است با اون منبع و اون روح اصلی و عالی و آزاد، اما جدا شده است از اون، تنها نشده است، جدا شده است. تمام سرگذشت و سرنوشت او الان شکوه از این جدایی است. خب در این شکوهی که میکنه چه چیز رو طالب است؟ دوباره میخواد بپیوندد به اصل خیش. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. بنابراین جویای روزگار وصال نخستین است و این است اون چیزی که تاریخ تمام عالم رو به وجود میاره. از این لحاظ کاملا اندیشه هگلی حالا دیگه برای ما روشن میشود که چگونه تاریخ آغاز میشود. خداوندی که بدون جهان خداوند نیست، ناگزیر است که جهانی با خودش داشته باشه. این جهان تجلی خارجی اوست، اما این تجلی خارجی برای او فراق و محدودیت ایجاد میکند. هم از خودش دور میشه، هم دوباره میخواد به خودش بپیونده و دوباره به خودش برسه. پس یک کشش و کوششی در درون او آغاز میشود، کششی که میخواد بند محدودیت رو از پای خودش باز کنه و کوششی که میخواد دوباره به اون سرچشمه نخستین بپیونده. به خاطر اینکه بعضی از این آراء هگل روشن‌تر باشه، من از کتاب عقل در تاریخ او بعضی از قسمت‌ها رو انتخاب کردم که اینجا برای شما بخونم که به خوبی روشن شود که منظور او از اندیشه هایی که داشته چیست و همچنین سخن ما هم زمان مستندتر باشه. در اینجا در مورد خود این که اصولاً فلسفه تاریخ به دنبال چی میگرده، او اندیشه خودش رو خیلی خوب برای ما بیان میکنه و به ما میگه که
ما تا فرض نکنیم که روحی تو این عالم حاکم است، نمیتونیم از فلسفه تاریخ اصولا سخن بگیم. منتها اونا رو در جامعه های گوناگون عرضه میکنه. اینجا تحت عنوان مفهوم کلی فلسفه تاریخ این رو برای ما میگه. میگه که تنها اندیشه‌ای که فلسفه برای بررسی تاریخ به میان میآورد، اندیشه ساده عقل است. یعنی این اندیشه که عقل بر جهان حکم فرمان رواست و در نتیجه تاریخ جهان نیز جریانی عقلایی دارد. تاریخ این ایقان و بینش را از پیش مفروض می دارد، ولی فلسفه چنین نمی کند. در حقیقت منظور هگل از این سخن این است که فلسفه اثبات می کند برای ما چنین عقلی رو، چنین روحی رو، ولی حالا که نوبت تبیین تاریخی جهان می رسه، ما مجبوریم که اون اندیشه رو مفروض بداریم و بدونیم که چنین روحی در عالم حاکم است. این سخن رو هگل برای ما به شیوه دیگری هم میده، شیوهی که امروز برای ما آشناست. و این نکته جالبیست، کسان بسیار امروز به ظاهر از اندیشه هگلی انتقاد میکنند و او رو حتی یک ایدئالیست میدونند و معتقدند که او قائل بود که به ابجکتیو ایدئالیزم اعتقاد داشت، ایدئالیزم خارجی و عینی. یعنی میگفت که ذهن عینیت پیدا کرده است در عالم خارج و به همین خاطر اندیشه او اندیشه بی برکت و بی توفیقی بود. ما الان راجع به خود فلسفه هگلی نفی اثبات نمی کنیم، ولی ببینیم توابع اندیشه او چیست. کسان بسیاری که خود این فلسفه رو به ظاهر ترد می کنند ولی تمام نتایج سخن او رو پذیرفتند. فلسفه های نظری تاریخ امروز بنا شده از که یکی از ارکان اساسی اونها این است که نمیتوان در عالم قائل به تصادف بود و چون نمیباید و نمیتوان قائل به تصادف بود، پس باید نظم و ارتباط و پیوستگی بین حوادث جهانی و تاریخی قائل بود. و وقتی که چنین است، پس باید قائل شویم که تاریخ یک کل است، زنده هم رفته، به دلیل این ارتباط و انسجام درونی یک موجود واحد است که گویی این حوادث همونطوری که قبلا میگفتیم تو دروس قبل رفتارهای اون موجود واحد هست. هگل همونطوری که گفتم به دو طریق این اندیشه خودش رو در مورد فلسفه نظری تاریخ خودش بیان میکنه. یکی این که میگه ما در فلسفه نظری اون اثبات کردیم که همه جهان چیزی نیست جز تجلی یک عقل مطلق، یک عقل خارجی تجسم یافته. و بعد در فلسفه تاریخ خودش از این بهره میبره، میگه این عقل به کمک حرکت‌های سه‌ضربی دیالکتیکی در عالم خارج تحول پیدا میکنه، حرکت میکنه و حادثه میآفریند و در شکل عقلانی ملل تاریخی ظاهر میشدن که بحثش رو خواهیم کرد. به شکل دیگری همین سخن رو به ما میگه در همین جامعه‌ای که امروزه همین اندیشه عرضه میشود. دو تنها قایت پژوهش فلسفی آن است که امور تصادفی و ممکن را طرد کند. این خیلی نکته جالبی است. وقتی اینجا امور ممکن را طرد کنه، معناش این است که فلسفه یا حداقل فلسفه هگلی نمیپذیرد که در عالم خارج موجود غیر ضروری پیدا بشه، بلکه هر چیزی ضرورت منطقی دارد نه ضرورت فلسفی. به توضیحی که الان گفتیم، از نظر هگل فیلسوفان وقتی رابطه علی و معلولی بین علت و معلول برقرار میکنن، علت ضرورت میبخشد به معلول، اما ضرورت فلسفی در منطق مقدمات ضرورت میبخشند به نتیجه، اما ضرورت منطقی. هگل معتقد است که تا تبیین ما از جهان به اونجا منتهی نشود که ما ضرورت منطقی بین حادثه اولی و دومی برقرار کنیم، به فلسفه نرسیده ایم. پس ما نمیتونیم قبول کنیم که چیزی در عالم خارج اتفاق میفتد که نسبت به مقدمات خود ضرورت منطقی نیافته است. اصلا همه جهان چیزی نیست جز فکری که داره پخش میشود و گسترده میشود، پس هر فکری نتیجه نزاع چندین فکر قبلی است. پس فلسفه، قایت پژوهش فلسفی این است که امور تصادفی و ممکن رو طرد کند. بعد از اینجا کمی عبور میکنیم، میان پایین تر تا
تا به این نکاتی که تناسب بیشتر به بحث ما داره میرسیم. میگه که جلوه هایش، یعنی جلوه های روح، اون عقل کل، در تاریخ گوناگون است، ولی در هیچ یک از آنها به اندازه سبر بیشماری که ما اقوام می‌نامیم و روح از راه آنها خیشتن را بیاندن و مدار می کند، منزلت آن به عنوان غایت آشکار نیست. می‌بینید که روح، اون روح کلی جهانی، اون موجود خودش رو در صورت این اجسام که گاهی به صورت این ملت هست و گاهی به صورت اون ملت هست خودش رو برناب چکار میکنه. این ایمان و اندیشه را باید وارد تاریخ کرد که عالم خواست بازیچه تصادف و احتمال نیست. این که مقصود بازپسین در رویدادهای زندگی اقوام وجود دارد و سیر تاریخ جهانی تابع عقل است، اون هم نه عقل ذهنی و جزئی بلکه عقل خدایی و مطلق، حقیقتی است که در اینجا فرض پیشین ماست. برهان آنجا در مطالعه خود تاریخ باید جست که هم نمایش عقل و هم کار عقل است. این عبارات بی اندازه از نظر ما حائز اهمیت است. اولا جناب هگل معتقد است که حتی می توان دلیل سخن او را در خود تاریخ خارجی یافت، و خود تاریخ خارجی خیلی جالب است، هم نمایش اون عقل است، نه عقل جزئی کسی، اون عقل کلی مطلق خدایی، و هم خود کار عقل است. یعنی از یه طرف باید شما تاریخ رو اینجوری ببینید که گویی که یه موجودی به نام عقل، یه موجود واحدی داره یه کارایی میکنه، درست مثل عقل من و شما که بر خودش افکار متفاوتی داره، چیزهای متنوعی میآفریند. یکی هم که بعد اصلا خود نمایش عقل ببینیم، تصور نکنید که اون عقل جای نشسته داره این کارها رو میکنه، خود عقل است که آمده به میدان و ظاهر شده و اینا هم تمام محصولات تجلی اوست، بلکه این تجلی اوست. بعض این طرف این فرض پیشی که باید عقل رو به منزله یک امر مشروزی در نظر گرفت و در تمام جهان جریان داد. خب پس فلسفه تاریخ هگلی به این ترتیب آغاز می شود که روحی داریم سرگردان وارد جهان می شود، گوهر این روح آزادی خواهید. حالا عبارات خود هگل رو خواهیم خوند. گوهر این روح این آزادی خواهیست، اما وقتی که این شیء آزادی خواه، آزادی خواه کوشا، این تعبیریست که هگل از روح جهانی میکنه، این فعالیت است نه موجودیست که فعال است، این آزادی خواهیست نه موجودیست که آزادی خواهست. یعنی این هویتش این است، نه اینکه اینها صفتی برای اون موجود باشه. این آزادی خواه کوشا که البته صفت نامحدود رو هم بعد براش اضافه بکنی، وقتی که وارد عرصه جهان می شود، یعنی خیشتن را در برابر خود می نهد. اگر قبول کنید که این به منزله تزاس از نظر هگل، ابتدا اون مثال مطلق، حالا خودش بر خودش جلوه‌گر می شود، خود را در برابر خود می نهد. اما این آنتیتز که برابر نهاده اون روح مطلق و اولیه جهانی است، این محدود و متعین می شود. منظور ما از متعین یعنی تعین و تقدر پیدا می کند. حالا یک گوهر دارد روح که عبارت است از همین آزادی خواهیش. حالا خواهیم رسید به این که این آزادی خواهی معنای در واقع جز بیقید بودن ندارد. این دوتا به یک معنا هستن. وقتی میگیم آزاد است یعنی لابشرط است، یعنی بیقید مطلق است و این فعالیت است، این تحرک است. از هگل خوندیم که همین حرکت درونی است که خدا را خدا میکند، و بدون این حرکت و بدون جهان شدن خدا خدا نیست. حالا این دوتا با هم در تنازع میفتند. از یک طرف اون روح مطلق جهانی همیشه در پی این است که بندی برپا نداشته باشد،
از آن طرف خودش اقتضا میکند، چون بدون جهان خدا نیست، که تجلی کند. اما تجلی عین تعین است، عین محدودیت یافتن است، بنابراین تبدیل میشود به یک موجود محدود. با اون رفع یا عشق به رفع محدودیت، این دو تا به هم دیگه تنازع پیدا میکنند. و چنین است که با یک حرکت دیالکتیکی تاریخ آغاز میشود. پس تمام تاریخ جهان و فلسفه جهان اولا این است که روحی آزاد شده، خودش رو به خودش آشکار کرده و نمیده، اما خودش با خودش در نزاع افتاده است و میخواد غلبه بر شراخ بکنه، غلبه بر محدودیت های خودش بکنه و دوباره به همون اصل خودش بپیونده. خب این دیگه که آزاد شده کیست؟ همین موجوداتی که در عالم هست، همین انسان ها، چیز دیگری نیست. اما حرکت اینها چگونه است؟ حرکت اینها و حادثه آفرینی اینها به طریق دیالکتیکی است. خب ما از کجا بفهمیم که این روح آزاد شده در چه مراحلی وجود داره؟ هگل برای اینها البته فرمول داره، میگه که اقوام و ملل تاریخی، که البته تعریف مشخصی هم داره هر مردم تاریخی از نظر هگل، اینها نماینده اون مرحله هستند که اون عقل و روح جهانی در اون مرحله قرار داره. حالا پیش از اینکه به بقیه سخنان هگل برسیم، باز من به خاطر استناد و روشن‌تر بودن سخنان هگل نکاتی رو از همین عقل در تاریخ می‌خونم که مسئله روشن‌تر بشه. ببینید اینجا صفحه 81 این کتاب است، میگه که روح آزاد است. قایت روح جهانی در تاریخ جهانی تحقق بخشیدن به ذاتش و دست یافتن به موهبت آزادی است. یعنی بیان بود که ما اینجا داشته، کوشش آن در این است که خود را بشناسد و باز شناسد، ولی این کوشش را نه یک باره بلکه اندک اندک و مرحله به مرحله انجام میدهد. بنابراین تدریج در نهاد این حرکت نهفته است و این روح جهانی خورده خورده خودش رو به خودش نشون میده. یعنی در واقع یک نوع بازشناسی تدریجی از خودش انجام میده. همین که از حالت نامحدود به محدود در آمد، از حالت خود به ناخود آمده است، با خودش بیگانه شده است. مفهوم آلینسیون و فلسفه هگلی چیزی غیر از این نیست. و تاریخ یک پروسسی است، یک حادثه تدریجی است که در واقع این روح مطلق جهانی از آلینسیون به دیوالیانیشن یا دیوالیانیشن سیر میکنند. یعنی دائما میخواد بر این از خودبیگانگی فائق بیاد و اینه که ابتدا خودش نزد خودش بوده در اون بیقیدی مطلق، در اون حالتی که به قول مولانا میگه چون به ظاهر آمد و نور سر شد عدد چون سایه های کنگره، اون حالت نور سرهی که وجود داشت، نور خالص، حالا اومده و از طریق کنگره ها تابیده است. وقتی که تابید، ما دیگه اون نور خالص رو نمیبینیم، ما تصاویر متعدد رو میبینیم، چون کنگره شده است، متعدد و متفرق شده است. کنگره ویران کنید از منظری تا رود شرق از میان این فریق. توصیه هگل هم همین است، میگه باید این کنگره ها رو ویران کرد. منتها ویران کردن، نه ویران کردن خارجی، نه برداشتن منظومی که کلن به اینها برای خراب کردن، بلکه فیلسوف وظیفش این است که از پشت این کنگره ها اون نور سره رو ببینه، ببینه که اون نور واحدی که پخش شد تو این عالم و متعدد و متنوع شد چه صورتهای به خودش گرفته. اون صورتها رو میخواد هگل در فلسفه تاریخ خودش به ما باز نماید. فهم این نکته آسان است که روح آزاد
به حکم ضرورت به خود پیوسته است وگرنه آزاد نیست. گفتیم که هدف تاریخ این است که روح به خودآگاهی برسد یا جهان را شایسته خویش سازد. جهان را شایسته خویش سازد همون تعبیر دیگرش از به خودآگاهی رسیدن نفس. اگر انسان‌ها به خودآگاهی رسیدن، اگر تاریخ به خودآگاهی رسید، اگر وضع سیاسی و حکومتی به شیوهی شد که فیدل بعدن برای ما توضیح میده، این همون عین به خودآگاهی رسیدن این روح هست یا شایسته شدن جهان برای روح. زیرا این هر دو یک حالند و نیز میتوان گفت که روح مفهوم راستینش را از درون خویش میپروراند و به آن عینیت میبخشد و به انسان مصداق مفهوم خویش میشود. این نکته که روح مصداق مفهوم خودش میشه نکته مهم و آموزنده است. مصداق مفهوم شدن یعنی چی؟ ابتدا میگفتیم که هگل سعی میکنه که به ما توضیح بده که چگونه میتونن موجودات خارجی را از توی اون روح که یک اندیشه جهانی است بیرون آورد. حالا رشته رشته آشکار میشود که معناش چیست. علم موجودات خارجی مصادیقی هستند که از اون مفهوم کلی به در آمدن. منطقه چجوری بیرون آمدن؟ از طریق همون حرکت ها که منش رو گفتیم بودن به نبودن میرفت و نبودن و بودن به هم میامیختن تا حرکت رو به ما بدن و بعد رفته رفته اون حرکت خودش دوباره در برابر خودش نبیز خودش رو متولد میکرد و رفته رفته کاروان جهان به راه میفتن. خب تا اینجا تا حدودی روشن می شود که اندیشه هگلی در تاریخ چیست. حالا به خاطر این که ما بحثمون رو از این به بعد هم به طور ملخص و هم با تابع و نتایجی که هگل بیان می کنه ادامه بدیم، باید ببینیم که اگر این تصور رو داشته باشیم به کجا می رسیم. اولا یه بحثی به نام بهرمن ها پیش خواهد اومد. در گذشته معمولا این تصور به مدرسین داشتم که بهرمن ها یک معنا سازنده تاریخ هست یا حداقل مؤثر بر تاریخ هست، ولی کسی البته به این شکل مسئله رو بیان نمی کرد. هیچ کس نمی گفت بهرمن ها سازنده تاریخ هست. از وقتی که این تصور پیش اومد که قهرمان ها، از وقتی که این تصور پیش اومد که تاریخ یک هویتی است که غیر از خود قهرمان هاست بلکه قهرمان ها اسیر دست او هستند، از اینجا بود که این سوال پیش اومد که خب قهرمان ها سازنده تاریخ هستند یا تاریخ سازنده قهرمان ها. بعدم میخوام این رو تکرار کنم، این سوال سوالی است که فقط مربوط میشود به فلسفه و نظری تاریخ که در زیر بنای خودش فرض گرفته است یه موجودی رو و به این هویت مستقل بخشیده به نام تاریخ. اگه ما قبول کنیم که تاریخ چیزی نیست که هم قهرمان ها به علاوه افراد دیگه، این دیگه درست نیست بپرسیم که تاریخ رو قهرمان ها می سازند یا اینکه قهرمان ها تاریخ رو می سازند، بلکه در این فلسفه است که این سخن پیش میاد و این دقیقا این چیزیست که ما در نظر هگل میبینیم. هگل به شدت این عقیده رو داره که تاریخ یا همون عقلی که حاکم است بر مجموع تاریخ اهداف خودش رو تعریف میکنه و انسانها چیزی جز ابزار دست اون روح حاکم بر تاریخ نیستن. تا اینجا که با اهداف او البته همگانی میکنن سخنی نیست، اما همین که این اهداف برآورده نشوند البته این موقع دیگه تکلیف اونها روشن است. به مزبله تاریخ خواهند افتاد و زیر چرخهای تاریخ مل خواهند شد و سرنوشتهای تلخ و ناگواری از این قبیل در انتظارشون خواهد بود. هگل از یک چیزی سخن میگوید به نام شیطنت عقل. شیطنت عقل معناش این است که انسانها یک کسی بهشون بازی میکند و اینها آدم ها معمولا اسیر عواطف خودشون هست، یعنی وقتی که عشق و شوقی به چیزی دارن به اون طرف میرن، ولی در حقیقت متوجه نیستن که دارن برنامه کسی دیگری رو اجرا میکنن. یعنی به تعبیر که من گاهی خودم به کار میبرم یه نوع جنزدگی در این عالم هست.
این که چیزی ریزی مردم رو گرفته است و مردم خودشون فکر میکنن که دارن کار خودشون رو میکنن، اما غافل هم از این که اون شیطان یا به تعبیر هگل اون عقل است که بر اونها فرمان میراند و اونها رو به اون طرفی که خودش میخواد میکشاند. باز هم خوبه که از خود جناب هگل بشنویم که این مسئله رو چجوری برای ما تبیین میکنه. خوبه که گفتم که باور یا فرض پیشین ما آن است که عقل بر جهان و از این رو بر تاریخ جهانی فرمانروا است. این رو باید البته مقدم گرفت که چنین وضعی هست. حالا ببینید نتایجی که از اون گرفته میشه همین است. اینجا ایشون راجع به قیصر بحث میکنه، سزار، که با دشمنان خودش چه کرد، چه گونه نظام سیاسی به وجود آورد. بعد میگه ولی چون دشمنان فرمانروایان ایالت بودند، پیروزی قیصر بر ایشان مایه چیرگی اون بر سراسر امپراتوری روم نیز شد. بدینسان این بیان که در مقررات نظامی سیاسی دست ببرد، سرور یک کتاب کشور گشت، ولی برخورداری از نیرو یگانه بر روم به او امکان داد که به قایت خود که در آغاز خصلت منفی داشت و در این حال قایتی ضرور در تاریخ روم و تاریخ جهان بود برسد. آنچه راه برای او در کارش گشت نتون حسید خصوصی او نبود، بلکه قریضه نیز بود که آنچه را بایسته روزدار بود و انجام رساند. بزرگ مردان تاریخ کسانی هستند که گوهر قایات خصوصی ایشان همان گوهر خاصه روح جهانی است. خوب تصور میکنید که قهرمان ها چگونه بازیچه دست تاریخ هم. بزرگ مردان تاریخ، اونایی که مؤثر واقع شده هم در تاریخ، کسانی هستند که توانستان خوب همگامی کنند با اون خدش و نهفتهی که در اون عقل جهانی هست و کل تاریخ رو به جای میبرد. باز هم ببینید تفاوت بین این دو تفکر رو، که تاریخ چیزیست که همان حرکات قهرمان ها و اراده های اونهاست، یا قهرمان ها و اراده های اونها همه مجموعاً خودشون رفتار اراده یک موجود دیگری هستن. هگل این رو به ما میگه. اما بیان سر تجلیات روح جهانی. تجلیات روح جهانی در صورت روحیه های اقوام ملل ظاهر می شود. یعنی هگل به نام میگه میخواد بدونی که روح جهانی که حالا به دنبال آزادی خواهی خودشه در چه مرحله از آزادی قرار داره، نگاه کن به ملت هایی که در تاریخ بودن. و به این ترتیب هگل برای ما این رو میگه که در طول تاریخ آزادی تدریجا رشد کرده است. ابتدا دوران کودکی بشر که دوران استبداد شرقی باشه، که در اون دوران یک نفر آزاد بوده است و بقیه اسیر بودند. کودکانه یه عده‌ای از بقیه تبعیت میکردند. این دوران آزادی یک فرد است و دوران اسارت بقیه. در این مرحله روح جهانی در تجلی خودش فقط به این مرحله از آزادی رسیده است. بنابراین این خودش نشان دهنده تجلی روح جهانی. مرحله بعد که دوران یونان قدیم و روم قدیم باشه، که دوران نوجوانی و دوران بلوغ روح جهانی است، چندین نفر آزادند و چندین نفر در اسارت هم. اسارت عده‌ای و آزادی عده‌ای. بنابراین می‌بینید که روح جهانی به آزادی بیشتری نائل شده است. و بالاخره در مرتبه بعد که در حقیقت مرحله ظهور قیامت پروتستان و همچنین به وجود آمدن دولت پروس و نژاد جرمن است، دیگه دوران آزادی همگان است از نظر هگل. اینجاست که البته دیگه این دشواری های هگل رو میاد و در حقیقت اون اندیشه های سیاسی او به خوبی در فلسفه تاریخ او ظهور میکنه.
اینجاست که هگل صریحاً از سلطنت استبدادی زمان خودش حمایت میکنه و میگه که این سلطنت استبدادی زمان ما این همین آزادی مطلق است که در دوره ما حاکم است و این همین جاییست که به اون فیلسوفان دیگر میتازند و او رو فیلسوف درباری و سلطنتی میخوانند. این تقریب است که شما میبینید که روح جهانی در هر مرحله اولا تجلی کرده و ثانیا چگونه تجلی کرده. روحیه هر ملتی نماینده درجه آزادی بود است که روح جهانی در آن مرحله به اون رسیده بود. حالا اگر ما بخوایم دیگه با این توضیحات کتاب کنیم دادیم نشون بدیم که فلسفه تاریخ هگلی بالاخره چه لوازم و توابعی داشته است. در مورد قهرمان ها به خوبی مسئله رو دانستیم. به خاطر اینکه نکته رو که درباره روحیه ملل خوندیم ضمناً اینجا از خود هگل هم نقل کرده باشیم، من بعد میگم که بعضی از سخنان هگل رو اینجا براتون بخونم. با این تعریف انتظایی میتوان گفت که تاریخ جهانی گزارش کوشش های روح برای دانستن این است که در نفس خود چیست. شرقیان نمیدانند که روح انسان به طور کلی آزاد است و چون این را نمیدانند خود نیز آزاد نیستند. این سخنیست از هگل و آموزشیست از او که به ما میگه که اینی که روح بفهم آزاده این رسیدن به آزادی است. شرقیان نمیدانند که روح انسان به طور کلی آزاد است و چون این را نمیدانند خود نیز آزاد نیستند. ولی به همین دلیل فقط میدانند که یک تن آزاد است. این مال اون دور است. بعد میاد سراغ یونانیان، ولی یونانیان همچون یونانیان تنها میدانستند که برخی از افراد آزادند. و بعدش البته میاد نخست بار اقوام جرمنیک با ظهور مسیحیت به این آگاهی رسیدند که انسان به عنوان انسان آزاد است. میدونید که این از اون تجلیات روح آزاد جهانی و فلسفه هگلی. حالا برای اینکه دیگه به طور خلاصه مشخص کنیم که هگل فلسفه تاریخش چه بود و به این سوالات اصلی که بوده پاسخ میداد، با توجه به تمام سخنانی که گفتیم میتونیم چنین خلاصه کنیم. اولا سوال اول ما در فلسفه تاریخ این بود که تاریخ به کجا میرود؟ این سوال از هدف تاریخ. حالا پاسخی که از هگل در برابر این سوال دریافت می‌داریم این است که تاریخ به طرف هرچه آزادتر شدن اندیشه متعالی همون روح جهانی سیر می‌کند. سوال دوم ما این بود که چگونه می‌رود؟ یعنی تاریخ چگونه و با چه محرکی سیر می‌کند؟ و پاسخی که از هگل می‌شنویم این است که مکانیزم این حرکت نزاع دائمی اندیشه مطلق با خود و محرک آن عشق این اندیشه است به رهایی از فراق. این عشق و این شوق به غلبه بر فراق قضای روح است برای اینکه بره و آزادتر بشه و تاریخ رو بسازه. و بالاخره سؤال سومی که میکنیم در فلسفه تاریخ این است که تاریخ از چه مسیری از چه راهی میرود و پاسخی که هگل به ما میده این است که مسیر تاریخ جلوه های متوالی اندیشه مطلق است در پوشش ملت ها و مردم های تاریخی. به این ترتیب ببینید که تاریخ چگونه از فلسفه خودش که هستی رو یک امر متدرج میدانست وارد تاریخ میشود و تاریخ رو صحنه ظهور تدریجی اون اندیشه و خیشتن را بر خیشتن نمودن میداند و این آشکار کردن خود بر خود و رهایی از فراق و فائق آمدن بر آلینسیون و رفع از خود بیگانگی چیزیست که در پوشش روحیه های ملل گوناگون ظاهر می شود. وضعی آزاد تر بودن تدریجی ملل می توان آزاد تر شدن تدریجی روح جهانی رو به دست آورد. ما در بحثی که از فلسفه مارکس خواهیم کرد خواهیم بود که دقیقا این مسئله که روحیه ملل نشان دهنده مرحله و عمق حوادث تاریخی در هر دوره است چگونه مورد انتقاد قرار گرفته است.
و این روحیه ملل نبوده است که در از این رشد تاریخ رو نشان میداده، بلکه عوامل دیگر است به گمان ما که این رشد رو نشان میدهد. این ترتیب فلسفه تاریخ هگلی و خصوصا اون تفسیری که ما با فلسفه های نظری میخواستیم بکنیم و این که انسان ها همه جسم تاریخ هم و محکوم روح تاریخ هم و قهرمان ها بازیچه هم و انسان ها ابزار بست تاریخ هم و حقیقت تاریخ چیزی که جون روح حسار کردن که طالب اهداف خیش از هیچ نیست به خوبی آشکار میشود. انواع دیگری از فلسفه نظری تاریخ رو در نوبت های آینده خواهیم دید.